سلام، من اومدم این بار با فعالیت یک روز تعطیل قبل عید با دختر جان. اول وسایل مختلف برای رنگ‌آمیزی آماده کردم. خوبه که کودک با وسایل مختلف بتونه نقاشی کنه که ذهنش محدود به یک وسیله نباشه و خلاقیتش هم بیشتر رشد میکنه. بعد شروع کردم به رنگ‌آمیزی تخم مرغ سفالی که بر عید گرفته بودم. از رنگ‌های انگشتی برای رنگ‌آمیزی استفاده کردم. میتونید خودتون این رنگ‌های انگشتی رو از طریق ویدیوی قبلی که داخل کانالم گذاشتم ببینید تا به صورت خونگی و خوراکی بتونید خودتون درست کنید و در اختیار کودکتون قرار بدید تا از سلامتش مطمئن باشید. در این میان از عید و فرهنگ ما ایرانی‌ها و قشنگی‌های عید بهش گفتم. اینکه سر سفره هفت‌سین چه چیزهایی می‌ذاری و نماد چه چیزهایی هستن. برنامه عیدم با همدیگه فیکس کردم. از اونجایی که بچه‌ها عاشق بازیگوشی و یادگیری و تجربه چیزهای جدیدن، کافیه که یه بستر براشون فراهم کنیم تا خودشون در کنار بازی بهترین آموزش‌ها هم ببینن و خلاقیتشون رشد کنه. دختر منم یه دفعه در کنار این نقاشی و رنگ‌آمیزی شروع کرد به ترکیب رنگ‌ها و منم از این فرصت استفاده کردم و درباره ترکیب رنگ‌ها با هم دیگه کلی حرف زدیم و امتحان کردیم و براش شگفتی همراه داشت. و جالب این که دخترم اول از کثیف شدن دستش با رنگ ها احساس خوبی نداشت، اما آخر با علاقه خودش دستهایش رنگی میکرد و به کاغذ میزد و برایش تجربه جالبی بود. این بازی برای کم کردن وسواس کودکانم بسیار مفیده. در آخرم از اونجایی که امسال سال خرگوشه، تخم مرغ سفالی رو به صورت خرگوش درست کردیم و سر سفره هفت‌سین گذاشتیم. یه سفره هفت‌سین کوچیک و خودمونی. بعد از اونجایی که بهار و من عاشق گل و گیاه هم، یه سری گل و گیاه خریده بودیم و با هم خانوادگی در حیاط و گلدان کاشتیم و یه همکاری خانوادگی برای کودک بسیار دلنشینه. گل و گیاهان و حیوانات برای کودک مفیدن. از اونجایی که از دیدن اونها بگیر تا از نزدیک با شرایط زندگی و خصوصیات و انواع آنها و با معنی رشد و صبر کردن آشنا بشه. اینکه گیاهان از چه قسمتهایی تشکیل شده، اول چی بودن، چجور باید نگهداریشون کرد و مراحل رشدش رو ببینه و صبر کنه تا آخر به بار بشینه و حیوانات هم از نزدیک ببینه و لمس کنه و تفاوتهاشون رو بفهمه. که برای اینکه اونا زنده بمونن باید به چه غذایی و چه آب و هوایی نیاز دارن و مهمتر اینکه مسئولیت پذیر بار بیاد و مراقب محیط زیست اطرافش باشه و متناسب با هر گل و گیاهی و یا حیوانی اون بستر رشد و زنده موندنش رو فراهم کنه. پس این چیزهای کوچک را از کودکمون دریغ نکنیم و این دوستی با طبیعت از کوچیکی تو جونش باشه و با همدیگه اونس بگیرن.